دبیر کل ملل متحد روز سهشنبه 28 شهریور در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که طالبان به طور سازمان یافته حقوق زنان و دختران را در افغانستان سلب کرده است وی در سخنرانی خود در این نشست از کشورها خواست که به منشور جهانی حقوق بشر ملل متحد در خصوص حقوق بنیادی افراد عمل کنند همزمان با این وزیران خارجه دوازده کشور جهان در نشستی با ابراز نگرانی از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان از طالبان خواستند که به گونه فوری به نقض فاحش حقوق و آزادی مذهبی بشری در کشور پایان دهند این نشست روز سه شنبه 28 شهریور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با میزبانی وزیر خارجه لوکزامبورگ و مرکز جهانی مسئولیت حفاظت برگزار شده بود وزیران خارجه دوازده کشور جهان با استناد به گزارش بخش زنان سازمان ملل گفتند که تقریبا یک زن از هر دو زن در سال گذشته در افغانستان خشونت فیزیکی، جنسی یا خانگی را تجربه کردند. از سوی دیگر گزارش تازه سه, سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که فرمانهای طالبان زنان را به هاشی رانده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما بخش زنان این سازمان و سازمان بین, بین المللی مهاجرت سومین گزارش مشترک فصلی خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان منتشر کردند در این گزارش با 529 زن در 22 استان افغانستان به صورت حضوری و آنلاین مصاحبه شده و حدود 70 درصد پاسخ دهندگان گفتهاند که استراب، انزوا و افسردگی آنان افزایش یافته است.